سلام سلام اراده، امروز میخوام در مورد یک غذای خیلی خوشمزه، یک کباب خیلی خوشمزه یا شاهکار کباب های ایرانی، کباب کوبیده صحبت کنیم. چیزی که در موردش هنوز خیلی شک و شبهه دارن این که چرا هیچ وقت نرم در نمیاد بیرون، چرا هیچ وقت کباب کوبیده اون کباب کوبیده دلخواهمون نیست، و اینکه چه تکنیک هایی توش بخوایم به کار ببریم رو میخوام امروز بشینیم بررسی کنیم. اول بررسی کنیم، بعد بریم سراغ کباب کوبیده درست کردن. ببینید، من اصلا به شخص خودم این رو قبول ندارم که میان از دو تا جنس گوشت توی برای کباب استفاده میکنن، توی کبابشون میان استفاده میکنن. این که بعضی حالا اعلام میکنن میگن سردست گوساله با قلوگاه گوسفندی، دقیقا این باعث سف شدن گوشت ما یا کباب ما میشه. چرا؟ چون جنس گوشت گوساله زمخته، گوشت گوسفندی نرم و لطیفه. زمانی که جفتشون با هم میرن روی آتیش یا روی حرارت قرار که میگیرن، یکیشون میپزه، یعنی گوشت گوسفندی میپزه، هنوز گوشت گوساله نپخته. و زمانی که میخواید گوشت گوساله به مرحله پخت برسونید، گوشت گوسفندی تو که به صورت تیکای ریز ریز هستش اورکوک شده. پس این مطمئن باشید که این قضیه گوشت یا کباب شما رو حتما سفتش میکنه. و یک دلیل دیگه هم که دارم براش این هستش که زمانی هم که اومدید از یک جنس گوشت استفاده کردید، سعی کنید از یک لاشه گوشت باشه. از دو تا لاشه احتمال این داره که یکی از گوشت هاتون جوان باشه، یکیشون پیر باشه، و این دوتا هم باز زمانی هم که با هم مخلوط بشن باز هم اون یه مقدار سفتیه رو دارن، ولی نه به اون شدتی این که بخواید شما مثلا گوشت گوساله رو یه دفعه با گوشت گوسفندی که دوتا بافت خیلی متفاوت دارن بخواید با هم مخلوطش کنید. بهترین حالت گوشت کوبیده یا گوشت کباب کوبیده خورده راسته گوسفندی است. اون چیزی که شما توی رستوران ها اغلب دارید میبینید و میخورید و میبینید چقدر نرم هستش، در صورتی که گاهی وقتا میاد میبینید کباب خودتون اونقدر نرم نشده. بهترین حالتش خورده راسته گوسفندیه. چرا؟ چون بافت پیوندی خیلی کمی داره، کلاژنش خیلی نرمه، و زمانی هم که چرخ میشه تقریبا یک کباب نرم و لطیف رو از لحاظ کم بودن بافت پیوندی توش خواهید داشت. و چربیش هم یک نواخته. چربیش چربی دنبه‌ای نیست، چربی اصطلاحاً قلوه‌گاهی که گاهی وقتا هم بومیده نیست، چربیش چربی بافت خود گوشت است. و اینکه هر وقت هم خواستی کباب با خورده راسته درست کنید، نه خورده راسته ها، با خورده راسته، از خورده هایی که از راسته به دست میاد خواستید درست کنید، حتما یه بو کنید گوشت رو. گوشت باید بوی واقعی گوشت رو بده، و چربیش باید چربی سفید رنگی باشه، نه چربی قرمز رنگ یا کرم رنگ. من خورده راسته های خورده های گوشت رو از این راسته ها در میارم بیرون و راستش رو میگذارم برای کباب برگمون. بیان ببینیم میخوام چی کار کنیم. در ابتدای کار اول یه چاقوی مناسب برای پاک کردن راسته انتخاب میکنیم. چاقوی که تیغه کوتاهی داره، نکتیز هست و دسته قشنگ بلندی داره، نه چاقوی سراشبه، و از این استفاده میکنم برای پاک کردن راسته هامون. اول میام توی برای پاک کردن راستمون، رگی که داخل کمرش هستش رو میگیرم، این برم به همین صورت رگ داره، این رگ رو ازش در میارم بیرون. این رگ معمولا برای رگ اصلی حیوان هستش. این قسمت گردن حیوان هستش، و این قسمت برای انتهای کمر حیوان هستش، یعنی جایی که لگنه گوشتمون قرار داره، و توی این قسمت اصطلاحاً فیلش قرار داره، و یه تیکه گوشتی که بهش میگن گنجشگک، و این رو شروع میکنیم برای پاک کردنش. برای پاک کردنش این انگشت دستتون باید بازی کنه روی گوشت. آروم آروم تیغه چاقو رو میندازم،
فیلش رو در میارم بیرون، فیلش رو در میارم بیرون و تا انتها این رو میارم اینجا که برسیم به گنجشکک گوشتمون. باش. نوک چاقومون رو تیزش میکنم. این قسمت یه بندهایی روی استخون دنده هست، با نوک چاقوم اینها رو آروم ازش دونه دونه جدا میکنم تا انتها. منتها نوک چاقوم رو زیاد تو نمیبرم که بخوام راستم رو زخمیش کنم، فقط از روی استخون با همین نوک آروم جداش میکنم. این که به این صورت در آوردمش بیرون، یه ذره دیگه بیشتر برشش رو میزنم که از یک طرف آزاد بشه. فقط نباید زیاد فرو ببرم که این بخواد راستم رو زخمی کنه تو. حالا گوشت رو برش میگردونم، یه تیکه از گوشت هایی که اینجا اضافه هستش مال قسمت دنده هستش رو ازش جدا میکنم، منتها این قسمت شاهپسندش هست، شاهپسند رو ازش جدا نمیکنم، فقط این گوشت های اضافه رو میگیرم و تمام اینا جمع میشه برای خورده راسته. گفتم کباب کوبیده بهترین گوشت برایش خورده راسته گوسمندیه، گوشت گوساله اصلا نداریم توش. خب شروع میکنیم در آوردن راسته. برش هایی که از اون بر زدم اینجا داره کمکم میکنه، این انگشت دستم داره قشنگ این رو جداش میکنه. از همونجا با نوک چاقو میندازم زیر راستم. راسته که به دست میاد تقریبا این شکلیه و هنوز یه مقدار از دمار گوشت روش مونده. این رو با چاقوم آروم آروم بازی میدم و این رو از روش جدا میکنم و تقریبا خورده راسته هام رو ازش در میارم بیرون. برش میگردونم با دستم شاپسندش رو در میارم بیرون. به این صورت چاقوم رو میندازم زیرش، از این ور درش میارم بیرون. به این میگن کنار راسته. گوشت تقریبا نرمی داره، برای کباب میشه استفاده کرد و به این میگن شاپسند. و به این صورت اولا این دمار روش رو ازش میگیرم، این سفت قابل خوردن نیست، و اینکه از این طرف با چاقو شروع میکنم پاک کردنش. خب شاپسندم هم تمیزش میکنم. و برای کبابم میذارمش کنار. برای کباب حالا برگ یا چنجهی که بخوام استفاده کنیم ازش استفاده میکنم. خب برای پاک کردن راسته من اینو بذارمش کنار که شما ببینید به چه راحتی. چاقوم رو میندازم این زیر این دمار اصلی که رو هستش و با پشت چاقو،
حالا بعضی آب زیر دستشون میریزن، میذارم اینجا لبه تخته کارم، لبه تخته کارم میذارمش، آروم دمان رو ازش جدا میکنم. قصابه بیرون یه اینطوری تمیزش هم میکنم. خب راسته ای که الان درست شد تقریبا بهترین حالت راسته هست برای کباب برگمون، پاک شده، تمیز شده و باهاش برگ درست میکنم. انشالله کباب برگ قسمت بعدی، من بعدی هم تمیزش کنم، بعد بریم سراغ کوبیدمون.